درود بر شما. 173 برنامه از برنامه های هر روز گوشه اختصاص دارد به گوشه اولچپ. اولچپ ترکیب واژگانی بی‌معنی است و از یعنی پدر چپ. این ترکیب رو که همینجوری که هم تمسخرآمیز است و از ترکیب چپ فارسی و ابول یا ابو ال به عنوان حرف تعریف عربی اضافه شده به سر چپ، شده الچپ و ابو الچپ یعنی پدر چپ، که این از همون میتواند اینطوری میتواند با توجه به شواهد و قرائنی که هست و موجوده و چند موردش رو زرین کوبم در کتابش ذکر کرده، به اصطلاح جزء اسامی استهزاآمیز و تمسخرآمیزی بوده که اعراب به روی موالیان میذاشتن. موالیان همون ایرانیانی بودن که در جنگ شکست خورده بودند و عرب اشغال کرده بود در واقع این سرزمین رو. و در اسلام هم که بردگی و در واقع کنیزی و اینها بوده دیگه، و خود اسلام هم لغوش نکرده، بعدن حکومت های که مدرن شدن اینو لغو کردن، وگرنه همین الان هم هست طبق احکام شرعیشون، همونطور که در امپراتوری عثمانی بوده و الان هم داعش که به اصطلاح مدعی اسلام ناب رو رعایت اجرا کردنه همین احکام رو داره اجرا میکنه دیگه، کنیز میگیرن و غلام میگیرن و الاخر. به هر روی این توضیح برای این بود که در واقع بدونیم که اسم اینجور اسما از کجا میاد و در موسیقی ما و که رد پاش زیاده هست و فقط نخندیم بهش. در همایون قبلا اینو گفتم، اونجا مفصل تر هم هست. به این شکل میاد هم هست میشه این دیگه. این اسکلت و استخون بندی جمله است. خب حالا تیریل میاد جای این ریز، یعنی به عنوان زینت ریز استفاده میشه، بنابراین باید داد 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 داد. خب این با
کرد که اکسنت ها در واقع بیاد، یعنی اکسنت ها مؤکد بیاد اون موقع که تریل هم میاد، نباید بشه نیست. بهتره که اول لید رو شروع کنیم بعد تریل رو بیاریم. نزنید نزنید این نیست، خب اصلا بیان نداره، حالت نداره. مثلا تریل میاد، ریز میاد، باید بدونید که کجا به چه دلیل کجا میاد، چه نقشی داره اون ریز، ریز ساختاریه یا ریز تزئینی یا ریز میانیه، خب کجا باید چپا رو لنگر بدین، کجا باید ندین. خب یه بار توی که برنامه گفتم یه دوره رس شده بود، همه میخواستن تقلید استاد علیزاده رو بکنن، هی میکندن سیما رو. بعدم که استاد لطفی تشریف آوردن ایران و با اون تاثیر شگرفی که در حوزه آموزش گذاشتن که ما هم مدیونشونیم، بود شد که همه چپاشون رو میکوبیدن روی ستار، اگه خود استاد نمیکوبید اون حالت رو یه خب مفادر دیگه همیاد، چپاشون رو پرت میکنن و میکوبن روی ستار، خب میزنن هی استاد اینجوری میزد. همینجوری یک چیز رو میگیم، یک مدلی رو ادا در میاریم تو ساز. خب بدونید کجا باید چیکار بکنید، چجوری استفاده کنید از ریز، چجوری باید کجا چپا رو سنگین بزنید، کجا رو نباید بزنید، کجا رو بزنید ساختار جمله به هم میریزه، کجا باید زد. اینه که اینا رو دقت کنید، همینجوری نیست واقعا. و انواع اقسام و ترکیبات داره، این که بدونید کدوم نوت، کدوم مزراب از ریز باید مؤکد بشه، یا دو مزراب از ریز مؤکد بشه، یا کدوم نوت بخش از تریل باید مؤکد بشه. در رف رو اولیه اینجا برگشت رو آخری، اولی آخری آخری، هر دوش مثل هم نیست. اینه که اینا رو، اینه که اهدافی که ما این برنامه رو شروع کردیم به خاطر همین مسائل بود، بگیدن خب ردیف رو که همه زدن و همه میزنن و حفظن و بخشش حفظن و برنامه حفظن. اینا رو که البته من خودم ندارم، از استادم رو مختم به شما مطرم. اینا نکات مهم، البته خیلی دیگه هم میدونن، مدعی نیستم که من میدونم تو این دسته فقط. بسیار خوب، من یک تو گوشه ابوالشب رو میزنم و تا فردا به شما بدرود میگم. ابوالشب ابوالشب.
فردا شاد و سرفراز و آزاد باشید. پاینده باد ایران.